بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. باران‌های سیل‌آسا در یمن باعث رانش زمین در روستای الجارف در استان زمار گردید که بر اثر آن دست کم 27 نفر کشته و 2 نفر مفقود شدند. گفتنی است این دومین رانش مرگبار زمین در یمن در کمتر از یک هفته است. شایان ذکر است رانش زمین همچنین به 23 خانه در روستاها آسیب رسانده یا آنها را تخریب کردند. در حفاری در تپه دگیر بنلر در ارزروم شرقی ترکیه آثاری از یک سکونتگاه با قدمت حدود 6000 سال پیدا شده است. این کشف نشان می‌دهد این مکان تا 6000 سال پیش سکونت داشته است و انتظار می‌رود عمیق‌تر شدن کاوش‌ها حتی لایه‌های قدیمی‌تری را نیز آشکار کند. شایان ذکر است قرار است این منطقه به یک پارک باستان شناسی تبدیل شود. خبرگزاری فرانسه میگوید که کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده ی آمریکا و اتحادیه اروپا قوانین جدید طالبان را محکوم کرده، اما به نظر میرسد در برابر این گروه تسلیم شدند. خبرگزاری فرانسه با انتشار مطلبی نوشته است که ظلم و ستم بر زنان افغانستان در برابر چشمان جهانیان همچنان ادامه دارد. در این مطلب آمده است که 3 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، زنان افغانستان همچنان شاهد کاهش اندک حقوق باقی مانده‌شان هستند.